دوستان عزیزم سلام، همراهان خوب و عزیز کانال یوتیوب پویوت آکادمی رضا نظربگی هستم. در ادامه آموزش های بخش فتوشاپ یک تمپلیت اینستاگرامی رو میخوام براتون آماده کنم، آموزش یک پست اینستاگرامی رو براتون آماده کنم که خیلی هم خواهان داره در کانال و خیلی از شما دوستان عزیز خواسته بودید که بریم سراغ این نوع ویدیوها و در ارتباط با این مسائل بیشتر صحبت کنم. چشم، حتما در آینده هم ویدیوهای اینچنینی براتون میذارم. امروز تم کاری که میخوایم در ارتباط باهاش صحبت کنیم آژانس‌های مسافرتی هستن. البته شما اگر المان‌های مثل این هواپیمایی که اینجا می‌بینید رو تغییر بدین بر حسب کار خودتون، آیکون‌ها و المان‌های خودتون رو بذارید، از این تمپلیت برای بیزنس‌های دیگه هم میتونید استفاده کنید. اما تم کاری که من دارم انجام میدم برای آژانس‌های مسافرتیه. فقط ازتون درخواست می‌کنم لطفاً دوستان عزیز ویدیو رو جلو نزنید، یه مقدار صبر و حوصله داشته باشید، کار رو من جلو بیارید، به خاطر اینکه خیلی از المان‌هایی که دارم ایجاد می‌کنم تو در تو بودنشون ممکنه باعث بشه اگر ویدیو رو جلو بزنید متوجه کار من نشید. جایگیری لایه‌ها خیلی مهمه که چه لایه‌ای کجا قرار بگیره. بنابراین میگم باز هم ازتون درخواست میکنم لطفاً ویدیو رو جلو نزنید، یه مقدار صبر داشته باشین با من کار جلو بیاد که ابهامی به وجود نیاد. در نهایت هم ازتون درخواست میکنم اگر ویدیو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنید. مرسی، ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. خب برای شروع کار اول یک سند جدید ایجاد میکنیم، یه فایل جدید ایجاد میکنیم در فتوشاپ. اندازش رو هم بهتون میگم، اندازه استاندارد فایل های اینستاگرامتون، تمپلیتی که میخواییم برای اینستاگرام داشته باشین، 1080 در 1080 پیکسل، رزولوشن 72 پی پی آی و کالر مودتون هم باید روی RGB کالر باشه. خب وقتی روی دکمه کرییت کلیک کنید چنین صفحه‌ای برای شما ایجاد میشه. بعدش میریم و استارت کارمون رو میزنیم با المان‌های مختلف در صفحه. خب من لایه اصلیم که بک‌گراند بود، اجازه بدیم من بهتون نشون بدم، لایه اصلیم که بک‌گراند بود روی قفلش کلیک کردم از ساعت بک‌گراند خارج بشه. حالا میام از آیکون‌های پایین در قسمت ادجاستمنت کلیک میکنم روی آیکونش و میام یک سالید کالر، ببخشید یک گریدینت به وجود اومد، یک سالید کالر به وجود میارم. اینجا روی این مورد کلیک میکنم، یه رنگی رو هم براش انتخاب میکنم. مثلا من میام یه رنگ سبز مانند با این حالت ها انتخاب میکنم، هیچ فرق نمیکنه. بعدا شما میتونید سالید کالر رو به هر رنگی که دوست داشتید تغییر بدید. روی دکمه اوکی کلیک میکنم. سالید کالر رو بهتون گفتم برای این به وجود آوردم که بعدا تغییر بدم این حالت رو. اگر من دوباره روی آیکونش دابل کلیک کنم در نهایت در آینده، هر رنگی رو که دلم بخواد جایگزین رنگ قبلی میتونم بکنم و بک‌گراندم رو تغییر رنگ بدم. خب بریم المان‌های مختلف به وجود بیاریم. من ابزار تکست رو فعال می‌کنم، یک کلیک می‌کنم اینجا. سایزم خیلی بزرگه، اجازه بدید من سایز رو کوچیکش کنم، مثلا بذارم روی 100 و بیام این متن رو تبدیل کنم یک به علاوه. دکمه به علاوه رو بزنم چه این شیپ و شکلی برای من به وجود میاره، تکسته. خب حالا من میتونم با کلیک کردن روی لایه‌اش از حالت ویرایش اینو خارج کنم و تبدیلش کنم به یک لایه عادی، بیام و دکمه های کنترل و تی روی کیبورد رو بزنم که فری ترانسفورم روی این مورد برای من اجرا بشه. دکمه شیفت روی کیبورد رو نگه میدارم و شروع میکنم به درگ کردن یکی از اضلاع، بعد جابجاش میکنیم، اینو بیاریم بذاریم اینجا، یه مقدار بزرگترش کنم باز چه این حالتی رو به ما بده. بعدا دوباره میتونم بیام تغییر سایز بدم به هر شکلی که خودم میخوام، اینو اینجا قرار میدم به این شکل. میام روی این هم یک سالید کالر به وجود میارم، بیام و یک سالید کالر قسمت ادجاستمنت ایجاد کنم به این شکل. رنگ مشکی، خب من یه رنگ سبز تیره تر، یه مقدار تیره تر از بک‌گراندم میخوام ایجاد کنم، یه همچین حالتی. روی دکمه اوکی کلیک میکنم. اصلا نگران نباشید کل صفحه رو کاور کرده، ولی اگر شما رایت کلیک کنید روی این لایه و گزینه کرییت کلیپینگ ماسک رو بزنید، چون بالای لایه تی قرار داره، بالای لایه تکستمون قرار داره در اصل، رنگ روی تکست میفته. خب من میتونم حتی این لایه رو میتونستم قبل اینکه این کار انجام بدم رسترایزش کنم که دیگه به علاوه نباشه. حالا سایز رو میخوام کوچیک و بزرگ کنم در نهایت در آینده، واسه همین نگهش داشتم. بریم روی آخرین لایه‌مون که لایه سالید کالر کلیک کنیم، فعال که شد بقیه المان‌ها رو دونه دونه ایجاد کنیم. من از قبل یک بک‌گراندی رو آماده کردم، من با براش این رو به وجود آوردم به خاطر اینکه شما ممکنه براش ها رو نداشته باشین و نتونین مثل من دقیقا همون کار رو انجام بدین. من براتون تبدیلش کردم به یک تصویر PNG که این تصاویر رو کلن کارهایی که انجام میدم، تصاویری که اینجا میبینید همه رو در یک فایل زیپ شده در کانال تلگرام
پویوت آکادمی هم براتون قرار میدم. اگر خواستید روی ویندوزتون، اگر تلگرام رو دارید، میتونید استفاده کنید، وارد کانال بشین و این فایل زیپ شده رو دانلود کنید. در آینده اگر یک آپلودر خوب هم در اینترنت پیدا کنم که بدونم مادام العمر کار میکنه و عمری کار میکنه، فایل ها رو میتونیم درش آپلود کنیم و ازش استفاده کنیم، حتما لینک آپلود اون مورد رو هم در دسکریپشن همین ویدیو در کانال یوتیوب پویوت آکادمی میذارم. اما فعلا در تلگرام آپلودش میکنم. لینک دانلود رو هم در همین ویدیو، در زیر همین ویدیو، در دسکریپشن، در توضیحات همین ویدیو براتون میذارم در صورت. خب لایه بک‌گراند رو من میارم، از موف تول استفاده میکنم، یه کنترل A میزنم اینجا کل کار رو بر من سلکت کنه، کنترل C تمام این موارد به شرطیه که شما کیبوردتون رو حالت انگلیسی باشه. کنترل C رو که زدیم، میایم دوباره برمیگردیم به همون فایل اصلیمون که داریم روش کار میکنیم، یه کنترل V میزنیم، فایل برای ما اینجا منتقل میشه. من با ابزار اولی که در فتوشاپ هست، یعنی موف تول، این مورد رو درگ میکنم، میارم، میذارم این قسمتا. یه مقدار بزنیم بالا به این شکل، میخوایم گوشه تصویرمون باشه، میخوام یه تصویر یه عکس رو روی این ماسک کنم، کلیپینگ ماسک کنم و اینجا قرار بدم. ما بقیه قسمت ها میخوایم تکست و موارد دیگر داشته باشیم. خب حالا که این کار رو کردم، میام یک تصویر رو روی این ماسک میکنم که کار رو قشنگتر ببینیم و ادامه کارمون رو با هم داشته باشیم. من یک تصویر از اینترنت دانلود میکنم، مثلا تصویر از استانبول رو دانلود میکنم، یا شما میتونید هر شهری، هر کشوری در دنیا تصویر رو ازش خواستی توی گوگل سرچ کنید، در گوگل ایمیجز عکسش رو دانلود کنید، خودتون بیارید استفاده کنید در کارتون. من برم عکس رو بیارم، درگ کنم بیارم اندازم توی تصویرم، بعد دوباره ادامه کار رو خواهیم داشت. خب در لایه آخر من یه کنترل A، یه کنترل C روی عکسی که ایمپورت کردم توی فتوشاپ کپیش میکنم، میام این قسمت روی بالاترین لایه کلیک میکنم که فعال شه، دکمه کنترل و V رو میزنم. حالا که این کارو کردم، تصویرمو میتونم یه مقدار ببرم این قسمتو بذارم. هنوز ماسکش نکردیم، متوجه نشدیم دقیقاً چه شکلیه. بعد میام رایت کلیک میکنم روی عکسی که وارد کردم و گزینه کرییت کلیپینگ ماسک رو میزنم. همونطور که میبینید عکس روی اون بک‌گراند براشی میفته که من بهتون گفتم میتونین استفاده کنین، که با فایل bg.png براتون گذاشتم در فایل، در فایل زیپ شده. تصویر روی اون قرار میگیره. من میام با همین موف تول اینو جابجا میکنم، یه مقدار جای قرار میدم که بهتر مشخص باشه، به این حالت، به این شکل تصویرم رو قرار میدم. میبینی یه جلوه قشنگی به وجود اومد روی کاری که داشتم. حالا میام قسمت‌های دیگر رو روی کارم اضافه میکنم. برای اینکه کارم خالی نباشه، یه کادر میخوام به صورت یا حالت کج مانند به وجود بیارم پشت همین تصویر. خب برای اینکه این کارو انجام بدم، میام زیر لایه اون براشی که داشتم، اون بک‌گراند براشی که داشتم، لایه زیریش رو انتخاب میکنم که این سالید کالر سبزمونه که به متن داده بودیم، اینجا رو انتخاب میکنم. روی این، زیر این میتونیم بندازیم، زیر یکی دو، زیر تکستمون هم میتونیم بندازیم، هیچ فرقی نمیکنه. یک شیپ به وجود میارم، یه شیپ به این شکل بکشیم، بذاریم اینجا به این حالت. خب اگر شما فیل دارین، یعنی رنگ داره شیپتون، حتما فیل رو بذارین روی نان، روی این گزینه که یه خط قرمز داره که رنگ نداشته باشه کارتون. مثلا اگر اینجوری رنگ داشت، شما نان رو اگر کلیک کنید بدون رنگ میشه. اما استروک رو بیاین بهش رنگ بدیم، یه رنگ مشکی بدیم به این حالت. من حالت استروکم روی خطچینه، شما میتونید خطچین رو استفاده کنید، میتونید خط کامل رو استفاده کنید، ولی خطچین جلوه قشنگتری به کارمون میده. اندازش رو هم گذاشتم روی 10 پیکسل. بعد میام کنترل و تی رو میزنم روی کیبوردم، فری ترانسفورم روی این مورد اجرا میشه، یه مقدار میچرخونمش، یه همچین حالتی رو به وجود میارم. بیاریم بذاریمش اینجا، این مقدار بالاتر. خب دکمه اینتر رو میزنم که تغییرات برای من اعمال بشه، yes. بعدش همین مورد رو، همین ریکتنگل که به وجود آورده بودیم با استروکی که میبینید رو، دکمه آلت روی کیبوردم رو نگه میدارم، این لایه رو بعدش درگ میکنم، میکشم بالا، یه کپی برام میگیره. اگر نمیبینیم به خاطر اینکه دوتا لایه روی همن، کنترل تی رو دوباره میزنم که فری ترانسفورم اجرا بشه، یه مقدار کار رو به چرخونم، دوتا کار از روی هم در بیان، میبینید که یه دونه کپی برای من به وجود اومده. یه مقدار سایز این رو کمش میکنم. برای انجام این کار من باید اینو از حالت فری ترانسفورم خارج کنم دیگه، چرخش به نظرم کافیه. اینتر رو میزنم. روی شیپ اگر باشیم در آپشن بار، پیکسل این رو میتونیم مثلا بذاریم روی 7 پیکسل. دکمه اینتر رو بزنم، تغییرات به وجود میاد، یه مقدار سایز کوچیک‌تر شد، میبینید یه جلوه قشنگی به کارم میده.
این دوتا الان روی تکست قرار دارن. من حتی میتونم این دوتا لایه رو با کنترل انتخاب کنم، هر دوتا رو، و بیارم درگشون کنم، بندازم زیر تکستم، زیر اون به علاوه، به این حالت در بیان. فکر میکنم بهتر بشه کار. شما هم همین کار رو میتونید انجام بدید. در این قسمت قرارشون بدیم. یه مقدار برای اینه که المان های مختلف رو توی تصویر بیارم، کارمون خالی نباشه. حالا من دوتا تصویر دیگه هم دارم که اینا رو هم براتون قرار میدم توی همون فایل زیپ شده. یکی این پلینی هستش، این هواپیمایی هستش که من اینجا دارم. میام کنترل A کنترل C میزنم وقتی ایمپورتش کردم توی فتوشاپ، میام در فایل اصلیم، بالای این قسمت تکستی که داشتم و علاوه ای که داشتم، لایه سالید کالرش، اینو پیست میکنم که زیر این براش هم قرار بگیره. من میام سالید کالرش رو انتخاب میکنم، یه کنترل V میزنم، هواپیما اینجا قرار میگیره. کنترل T رو اگه بزنم، اینم در حالت فری ترانسفورم قرار میگیره. یه موقع جابجاش میکنم، با نگه داشتن دکمه شیفت یکی از این سگمنت ها رو درگ میکنم که سایز اینم کوچیک بشه. بیاریمش پایین تر، ببینیمش به این حالت. در این شرایط فکر میکنم اندازش هم خوب باشه. اینجا قرارش میدم به یه همچین حالتی. دکمه اینتر رو میزنم که تغییرات برای من اعمال بشه. میام بالاتر از این، یه فایل کلود هم دارم، یه ابر هم اینجا ایجاد کردم، با براش براتون تبدیلش کردم پی ان جی، شما استفاده کنین. کنترل A کنترل C برای کپی کردنش. میام در فایل اصلی، یه کنترل V میخوام بزنم، ولی نه اینجا، میخوام بیام روی بالاترین لایه‌ام، یعنی قسمتی که دیگه ما create clipping mask که کردیم، اون clipping mask که به وجود آوردیم، روی اون کلیک میکنیم. اون تصویر مثلا الان من استانبول رو آوردم، حالا شما هر شهری که آوردین، روی اون کلیک میکنم، کنترل V رو میزنم، چون میخوام بالاترین لایه ممکن فعلا برای من قرار بگیره. برای اینکه موارد دیگه جابجا نشن و مطمئن شم فقط ابر جابجا میشه با ابزار موو تول، دکمه کنترل رو حتما نگه میدارم. زمانی که لایه ابر رو انتخاب کردم، دکمه کنترل رو نگه میدارم. حالا فقط این ابر جابجا میشه برای من. اینو میارم میذارمش این قسمت ها روی تصویرم قرار بگیره که یه جلوه قشنگتری به کارم بده، به این حالت که اگر آسمون چیزی در تصویر داشتیم، این ابر بزنه بیرون از کار. اینجوری کارمون قشنگتر هم خواهد شد. خب حالا موارد مختلفی که اینجا من به وجود آوردم، تصویری که به وجود آوردم، همه این مواردش رو میخوام یه گروه کنم. سالید کالر اولمون برای بک‌گراندمون بود، این سبزی که این زیر میبینید، این رو نگه میدارم، کاری با این ندارم. از لایه بالاییش که ما این کادرها رو داشتیم، کادرها رو میارم از قسمت اول، یه دونه کلیک میکنم که فعال شه اون کادر اولیه، میام به بالاترین لایه، دکمه شیفت رو نگه میدارم، روی بالاترین لایه کلیک میکنم. همه موارد رو از اول تا آخر برای من انتخاب کرد، از اونجایی که انتخاب کرده بودم. روی آیکون فولدر که این پایین میبینید کلیک میکنم، همه موارد برای من یه گروه شدن. حالا اگر چشمشو غیر فعال کنم، میبینید همه داخل این گروه قرار دارن. اگر احیانا اشتباهاً یکی از این موارد، مثلا سالید کالر بک‌گراند رو، شما اومدین و داخل گروه قرار دادین، خیلی راحت میتونین هر جایی که بود درگش کنین، بندازینش پایین فولدر، خب که از فولدرمون خارج بشه. این گروه اولی بود که ساختیم، لایه های اولی که برای تصویرمون بود ساختیمشون. حالا شما هر زمانی بخواین عکس یک شهر دیگه رو انتخاب کنین اینجا بذارین، خیلی راحت میتونین بیاین در عکستون، قسمت عکستون، اینو غیر فعالش کنید، اون تصویر اصلیه، اون براش بک‌گراندی که براتون درست کردم رو که شما اینجا گذاشتین، به این شکل رنگ مشکی در میاد. عکس جدیدتون رو کپی پیست میکنین اینجا و کلیپینگ ماسکش میکنین، یعنی رایت کلیک میکنین روی گزینه کریت کلیپینگ ماسک، کلیک میکنین. الان برای من ریلیزه، شما کریت کلیپینگ ماسک رو میبینید اگر ماسکش نکرده باشید از قبل. بنابراین شما راحت میتونید در آینده تصاویر مختلف رو روی این کار انتقال بدین به همین راحتی. حالا گروه رو میبندم، بریم سراغ دیگر المان هایی که در تصویر و در کارمون بهشون نیاز داریم. من برای اینکه کارم رو در اینستاگرام مثلا معرفی کنم، اگر صاحب یک آژانس مسافرتی یا یک بیزنس دیگه هستم، باید خب یک مقدار متنم داشته باشم، کارم رو توضیح بدم، فقط صرفا یک عکس به دردم نمیخوره. بنابراین یک کادر اینجا من الان به وجود میارم، میام اول روی بخش سالید کالرم که برای بک‌گراند بود کلیک میکنم فعال شه، چون میخوام از این وقت هر تغییراتی میدم زیر گروه اصلیم که اینجا هستش قرار بگیره. البته روی اینم میتونیم تغییرات ایجاد کنیم. اجازه بدیم من روی گروه هستیم کلیک کنم و کارا رو روی این انجام بدیم. فکر میکنم اگر تکستم رو روی این موارد بنویسم بهتره، چون این المان ها اگر بیان داخل متن کار جلوه قشنگی نمیگیره. پس گروه رو انتخاب میکنم، شما هم گروه رو انتخاب کنید. بالای گروه با استفاده از ریکتنگل، یک ریکتنگل به این شکل
به وجود میارم. فکر میکنم کار اینجوری بهترم بشه. حالا بهش رنگ میدم. در بخش فیل اگر شما رنگ ندارین، یه رنگی رو مثلا رنگ زرد رو من انتخاب میکنم، روی کارم قرار میدم. به این شکل شما باز هم میتونید بر حسب سلیقه خودتون تغییراتی اعمال کنید. خیلی مهم نیست که حتما دقیقاً کارهای من رو شما انجام بدید از این بعد. خب بیایم این مورد رو یه مقدار ببریمش بالاتر، بیارم بذارمش اینجا مثلا، و پایینش هم میخوام یه ریکتنگل دیگه به وجود بیارم در این قسمت. بنابراین میام یک ریکتنگل دیگه در این بخش به این حالت، به اجازه بدید من یه مقدار راوندد ریکتنگل هم میتونم به وجود بیارم. راوندد رو انتخاب میکنم یه جلوه قشنگتری داشته باشه. زیر این یه راوندد ریکتنگل به وجود میارم، یه مقدار بزرگترش کنیم تا این حد فکر میکنم خوب باشه. بعدش یه مقدار جابجاش کنم، ادجاستش کنم، اینو میارم بالاتر. این موردی هم که اینجا هستش این رو هم میبرم بالاتر، خیلی هم اصلا فاصله نداشته باشم. خب در همین حد کافیه. این مورد پایینی رو انتخاب میکنم، لایه‌اش رو پیدا میکنم و با استفاده از خود ریکتنگل که آپشن بارش به نمایش در میاد، رنگ زرد رو سفید میکنم. من میخوام یه رنگ سفید اینجا داشته باشم. شما هر رنگی که خودتون دوست داشته باشین میتونید انتخاب کنید. اسم اینو میذارم کادر بزرگ، به این شکل. اسم این پایینی رو هم میذارم کادر کوچیک که یادم بمونه، به این حالت. خب از این بعد دیگه میدونم با کدوم کادرها در ارتباطم و دارم از کدوم استفاده میکنم. در بالاترین لایه من میخوام یه تکست به وجود بیارم، اما تکستی که میخوام به وجود بیارم میخوام داخل کادرم شکل بگیره. اجازه بدیم اول تکست بالایی رو به وجود بیاریم. بیایم و از ابزار تکست استفاده کنیم. یه جا در صفحه این قسمت بالا مثلا کلیک میکنم، اینجا مینویسم استانبول، به این حالت. حالا بلاکش میکنم، درگ میکنم، میارمش پایین تر، یه مقدار سایزش هم کوچک میکنم، به این شکل. بیاریم اینجا قرار بدیم. در درس‌های 0 تا 100 فتوشاپ در کانال یوتیوب پویت آکادمی با نحوه تکست گذاشتن و جابجا کردنش و ویرایش و همه چی آشنا شدیم. لطفا اگر یادتون نمیاد یا مواردی رو فراموش کردیم، برای یادآوری مراجعه کنید به ویدیوهای تکست. خب این مورد رو ما به وجود آوردیم، بریم تکست به وجود بیاریم داخل این قسمت. یه توضیحی بدیم راجع به استانبول و تور استانبول مثلا. برای انجام این کار من میام یه قسمتی در همین بخش شروع میکنم به کلیک و درگ. این برای من تکست به وجود آورد. یه بار دیگه کلیک کنیم و درگ، به خاطر اینه که ما اینجا این به علاوه رو داریم، هر جا میخوایم کلیک کنیم این به علاوه رو میگیره. بنابراین من برای اینکه همچین اتفاقی واسم نیفته این به علاوه رو پیدا میکنم. اول لایه‌شو که پیدا کردیم اینه. خب این لایه رو میایم قفل میکنیم، اصلا بیایم قفلش کنیم. این قفل رو اگه من بزنم در بخش لایرز قفل میشه و دیگه قابل ویرایش نیست، فعلا باهاش کاری نداریم. بیایم این گروه رو ببندیم، بریم در این قسمت یه تکست به وجود بیاریم. من در این لایه استانبول که بالاترین لایه‌مه کلیک میکنم روش که فعال بشه، چون میخوام تکست بعدیم هم توی همین لایه، بالای همین لایه قرار بگیره. اینجا شروع میکنم به درگ کردن، کلیک و درگ با ابزار تکست. متاسفانه بازم نمیذاره، من از این ور شروع میکنم. کلیک و درگ به ابزار تکست، به این حالت یه کادری رو به وجود میارم. از این به بعد داخل این کادر میتونم تکستم رو ایجاد کنم. یه نوشتن برای من به وجود آورده، قاعدتا من باید پاکش کنم. بیایم و لایه‌مون افتاد این پایین، من لایه رو درگ میکنم، میارم، میکشم، میندازم بالای بالا روی آخرین لایه که نوشته استانبول، اینجا قرارش میدم. حالا تکست رو میبینید. خب تکست رو که دیدید، میام و با دکمه های کنترل A همش رو کپی میکنم، پاک میکنم که تکست خودم رو به وجود بیارم. یه مقدارم سایزش رو کوچیک کنیم دوستان، اینو بذاریم مثلا روی 24 پوینت، به این حالت بهتره. و من یه تکستی رو از قبل آماده کردم، اینو کپیش میکنم، اینجا پیست میکنم. شما خودتون میتونید متنتون رو اینجا بنویسید. خب یه کنترل وی میزنم، اون تکستی که از قبل داشتم رو اینجا پیست میکنم. شما میگم میتونید کامل بنویسیدش، اما واسه اینکه وقتتون رو نگیرم دیگه تکست رو ننوشتم. حالا همینو میتونم یه مقدار تغییر حالت بدم. بیایم یه مقدار از این گوشه ها اینو بکشیم داخل، یه حاشیه به این سمت داشته باشه، یه حاشیه هم به سمت بیرون که کامل کارو نپوشونه. این رو هم بیام یه مقدار درگ کنم، البته قسمت بالا هم باشه بد نیست، ولی خب حالا یه مقدار ما میکشیمش پایین‌تر. و با ابزار موف تول میتونم حالا با کلیدهای جهت نمای روی کیبوردم اینو جابجا کنم. سایزش رو هم خودتون میتونید در هر حالت تغییر بدین، هر جور که خودتون خواستین. در آپشن بار میتونیم، و البته بعد کنترل A بزنیم همش بلاک شه، بعد در قسمت بالا سایز رو تغییر بدیم. مثلا 39 پوینت من اینو میتونم تبدیلش کنم مثلا به 35 تا.
به یه همچین حالتی تغییر پیدا کنه، این مقدار سایز فونتمون هم کوچیک‌تر باشه. خب تکستمون رو هم نوشتیم و این موارد رو هم میخوام تبدیل به یک گروه کنم. میام با استفاده از دکمه کنترل دونه دونه روی این موارد کلیک میکنم، همه رو که انتخاب کردم تا قبل از گروه قبلیم، روی آیکون گروپ کلیک میکنم، این موارد رو برای من تبدیل به یک گروه میکنه. حالا اگر اینو کلیک کنم میبینید این موارد هم اینجا بودن، خاموش و روشن میشن. گروه قبلیم هم که به این حالت بود. حالا در کاری که ما داریم انجام میدیم نیاز به یک قیمت گذاری هم ممکنه داشته باشیم. مثلا بنویسیم قیمت آخرین قیمت تورمون از این قیمت، یه همچین حالتی رو به وجود بیاریم، شروع قیمت ها از فلان قدر. برای انجام این کار باز هم روی آخرین لایه هم میتونم کلیک کنم که فعال شه و اینجا یه تکست بنویسم. باز هم اگر ایرادی دارین، اشکالی دارین، به خاطر اینه که میریم توی اون لایه قبلی متاسفانه، بیام این گروه رو ببندم. برای اینکه یه همچین اتفاقی نیفته میام روی سالید کالرم، چون اگه هر چی بخوام بنویسم توی این گروه میخواد نوشته بشه، میام روی سالید کالرم. گروه قبلی هم چون این به علاوه توشه، به خاطر اینکه هم به علاوه اذیتمون نکنه به حالت ویرایش در نیاد، گروه یکو فعلا غیر فعالش میکنم. خب بیایم اینجا کلیک کنیم، کلیک میکنیم و مینویسیم، به صورت فارسی مینویسیم شروع قیمت ها از، همشو بلاک میکنم با دابل کلیک کردن یا سه تا کلیک کردن، یه مقدار سایز رو کوچیک‌تر میکنم به همون اندازه که خودم مد نظرمه، مثلا اینقدر، میام اینو اینجا میذارم. خب بعدش یه کادرم پایینش به وجود میارم با ریکتنگل، میخوام قیمت رو داخل یه کادر بنویسم به این اندازه مثلا، رنگش رو میذارم روی رنگ سفید، بعد رویش دابل کلیک میکنم روی این ریکتنگلم و در بخش لایر استایل که باهاش آشنا شدید باز در درس‌های 0-100 فتوشاپ پویوت آکادمی، روی دراپ شادو کلیک میکنم. وقتی که کلیک کردم یک سایه برای من به وجود میاد، سایه ام که الان برای من به وجود اومد خیلی عالی اصلا، همینجوری بذاریم باشه. من انگل رو 129 گذاشتم، دیستنس رو 8، اسپریت 24 و سایز رو روی 0 گذاشتم. شما هم همین حالت رو میتونید ایجاد کنید. روی دکمه اوکی کلیک میکنم که این مورد برای من اعمال بشه. خب حالا میخوام داخلش یه قیمت بنویسم، اما اگر من موسم رو ببرم داخل این ناحیه، فقط نوشته در داخل این ناحیه برام شکل میگیره، نمیخوام این اتفاق بیفته. بیرون از این ناحیه اول یک کلیک میکنم، قیمتم رو مینویسم، اجازه بدیم اینو جابجا کنیم، قیمت رو مینویسم مثلا 3، از اعداد انگلیسی استفاده کنیم، از کیبورد انگلیسی کلا میتونیم استفاده کنیم یا فارسیش هم میتونیم بکنیم، بذاریم فارسی بنویسم 3. یک شیفت و تی رو اگر بزنید براتون یک همچین حالتی به وجود میاره، یک کاما به وجود میاره، 3 تا 0 مثلا 3,900,000 تومان میخوایم بنویسیم، دوباره شیفت تی و 3 تا 0 دیگه. حالا برای اینکه تبدیلش کنیم به حروف فارسی، اعداد فارسی، چیکار باید بکنیم؟ دابل کلیک میکنم که کلا بلاک بشه یا کنترل A رو میزنم به شرط اینکه کیبوردم انگلیسی باشه. میام در پاراگراف، اگر پاراگراف رو ندارین در ویندو پاراگراف رو میتونید کلیک کنید که براتون فعال بشه. پاراگراف که باز شد، میام در این قسمت، در اینجایی که میبینید، نوشتارم رو میذارم روی حالتی که به سمت راست باشه که از قبل این کارو کردم. میام در بخش بالاترش کاراکتر، اگر کاراکتر رو هم ندارید در ویندو میتونید کاراکتر رو فراخوانی کنید. در کاراکتر میام و اعدادم رو، دیجیتس که اینجا میبینید، میذارمش روی حالت فارسی. اگر کلیک کنم میبینید حروف انگلیسی فارسی شد، اعداد انگلیسی فارسی شد، به شرط اینکه خب فونتتون هم اینو پشتیبانی کنه. از فونتی که میخواین استفاده کنید در این بخش باید این مورد رو پشتیبانی کنه. حالا یه مقدار سایزش رو باز بزرگ میکنم و اینو جابجا میکنم، میارم داخل این کادر مینویسم، میذارم، رنگش رو هم مثلا قرمز میکنم به این حالت. خب این رو هم اینجا میذاریم باشه. پایینش مینویسم تومان که بدونیم چقدر قیمت. دابل کلیک برای اینکه بلاک بشه، دوباره رنگ مشکی و اینو سایزش رو کوچیک‌تر میکنم پایین کادرم قرار بگیره، به این حالت میذارمش اینجا. شروع قیمت ها رو هم که اینجا داریم، بریم لایه‌اشو پیدا کنیم. این قسمت میتونم با ابزار موف تول یه مقدار جابجاش کنم، دکمه کنترل رو نگه میدارم و اینو جابجا میکنم، میارم این قسمت قرار میدم. خب این رو هم بیاین گروه کنیم. از این تومان که این بالا داریم تا این قسمت پایین، همه رو با دکمه شیفت نگه داشتن، دکمه شیفت و کلیک انتخاب میکنم. شما همه لایه‌هاتون انتخاب کنید، بعد تبدیلش میکنیم به گروه با آیکونی که اینجا میبینید، کلیک میکنم که تبدیل به گروه بشه.
حالا کنترل تی رو میزنم دوستان روی همین گروهی که به وجود آوردم، کیبوردم فارسی بعد اول انگلیسیش کنم، کنترل تی و یه مقدار میچرخونمش که کار مثلا این مقدار جلوه قشنگ تری بگیره. دکمه اینتر رو میزنم، فری ترانسفورم هم خارج میشه و گروه قبلی رو که اون به علاوه رو داشت که خیلی اذیتمون میکرد زمانی که میخواستیم تکس ایجاد کنیم و غیر فعالش کرده بودیم رو فعالش میکنم. فعال که کنیم این حالت برای ما به وجود میاد، تمام کاری که باید انجام میدادیم رو انجام دادیم، تمام موارد رو انجام دادیم. حالا من میبینم که این قسمت شروع قیمت ها رفته داخل کار، میتونم کل گروه رو یک کلیک کنم با ابزار موو تول و کلیت های جهت نما روی کیبوردم، دکمه پایینش رو بزنم چند بار، این موارد یه مقدار بیان پایین سمت چپ، میتونیم جاش رو به طور کامل مشخص کنیم. حتی میتونیم کنترل تی رو بزنیم یه مقدار با نگه داشتن دکمه شیفت همه موارد رو کوچیک‌تر کنم و جاش رو تعیین کنم به این شکل که کارمون قشنگ‌تر بشه و حالت بهتری به دست بیاره. این نحوه ایجاد کردن یک پست اینستاگرامی بود، یک قالبی رو برای خودمون به وجود بیاریم که بتونیم مثلا کارهای مختلفی رو باش شکل بدیم. خیلی این کاری که انجام دادیم خیلی به درد مثلا آژانس ها میخوره، چون ما برای آژانس ها اومدیم یه همچین تمی رو درست کردیم. البته شما مثلا اگه جای این هواپیما یک تصویر دیگه بذارین، مثلا توی گوگل سرچ کنید آیکون کیک پی ان جی، میتونید مثلا برای شیرینی فروشی های آیکون اینجا بیارین جای این هواپیما بذارین و توی این تصویرتون به جای شهر مثلا کیک بذارین، راجع به کیک صحبت کنید، راجع به یک غذا صحبت کنید، موارد دیگر دیگه میسپرم به خودتون میتونید جایگزین اینا کنید و در نهایت به اون خواستتون برسید. من تم کار رو گذاشتم روی حالتی که برای آژانس های مسافرتیه. این رو هم بهتون بگم، خب ما سالید کالر به وجود آوردیم جای مختلف به خاطر اینکه رنگ ها و رنگ بندی بخش هایی رو بتونیم بعداً تغییر بدیم. من حالا مثلا میتونم بیام بک‌گراندم رو به هر رنگی که دلم میخواد با دابل کلیک روی آیکونش تغییر بدم، تغییر رنگ بدم یا رنگ دیگر رو براش انتخاب کنم، مثلا سفیدش کنم، حالا هر رنگی که خودم مد نظرمه. میتونم اون به علاوه ای هم که پشت کارم هستش که در گروه یک ما هست و میتونیم تغییر بدیم، چون سالید کالره اینجا هم پیداش میکنیم، روی آیکونش دابل کلیک میکنیم، میتونیم این مورد رو هم تغییر رنگ بدیم و حالت رنگیش رو به طور کامل اصلا عوض کنیم. خب این هم برای این بود، یعنی من سالید کالر رو برای این به وجود میآوردم که شما بعدا بتونید بر حسب سلیقتون و رنگ بندی که در کار دارین این موارد رو تغییر رنگ بدین. مثلا اسلاید اولتون با رنگ های سبز باشه، استایل دومتون مثلا تور تایلند هستش، میخواین در ارتباط با تور تایلند و این موارد صحبت کنین، عکس تایلند رو بذارین اینجا، بعد رنگ ها رو مثلا آبی کنید، هم رنگ این به علاوه رو آبی کنید، هم رنگ بک‌گراندتون رو آبی کنید، بعد شهر دیگه مثلا در ارتباط با دارین با آنتالیا صحبت میکنید، تصاویر آنتالیا با یه رنگ دیگه و با یک حالت رنگی دیگه به وجود بیارید. اینم برای اینکه کارتون رو بعداً راحت تر کنه. خب مرسی دوستان عزیزم، مرسی از همراهیتون با کانال یوتیوب پویت آکادمی. ازتون درخواست میکنم در پایان اگر ویدیو رو دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین، اگر کانال سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنین که ویدیو جدید ما رو از دست ندین. در ویدیوهای آینده باز هم میام سراغ تمپلیت های اینستاگرام و حالت های مختلف دیگر باهاتون به اشتراک میذارم، روشون کار میکنیم که جلوه های دیگری رو هم به دست بیاریم. مرسی از همراهیتون، موفق باشید.